با درودهای میهن دوستانه بر همه شما هم میهنان عزیزم، سیاوشان ایران زمین، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم که هفته خوبی رو نداشتید، همگی نگران وضعیت ویروس کرونا و بهداشت و نگرانی های ناشی از این مشکلات موجود در کشور هستید، ولی امیدوارم که به زودی و با کمک خود شما مردم این مشکل رو هم پشت سر بذاریم. برنامه 11 پالیتیکس رو از شبکه جهانی ایران آریایی روزهای سه‌شنبه معمولا خدمت شما پخش میکنیم. امروز 20 اسفند 1398 برابر با 10 مارچ 2020 است. در ابتدای برنامه میخوام که از شما اجازه بگیرم و از سوی خودم و مرکز مطالعات ایران در کانادا نهایت همدردی و تسلیت خودمون رو به خانواده خانم دکتر فروزنده برلیان جهانشاهی و جامعه پزشکان ایران و همچنین جامعه نویسندگان ایران عرض بکنیم. از کارگردان محترم برنامه هم درخواست میکنم اگر براشون امکان داشت فایل عکس خانم دکتر فروزنده برلیان جهانشاهی رو که خدمتشون ارسال کردم برای بینندگان عزیز پخش بکنند. خانم دکتر برلیان در سال 1302 در تهران متولد شدند و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برای دریافت فوق تخصص به دانشگاه نیویورک میرن، دوره تخصصشون رو در بیمارستان نیویورک میگذرونن و نهایتاً در سال 1338 به تهران برمیگردن. در همون سال 1338 ابتدای 1339 به عنوان استاد در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران استخدام میشن، مشغول به کار میشن. در سال 1348 به عنوان رئیس مرکز انتقال خون دانشگاه تهران به فعالیت خودشون ادامه میدن. در اون زمان در تهران 3 مرکز انتقال خون وجود داشت. یکی از این مراکز متعلق به ارتش بود، مرکز دوم متعلق به سازمان شیر و خورشید سرخ ایران بود و مرکز سوم مرکز انتقال خون دانشگاه تهران بود که با کمک انستیتوی پاستور پس از جمع‌آوری خون تولید فرآورده‌های خونی رو برای بیماران شهر تهران بر عهده داشت. در سال‌های 1352-53 به دلیل مشکلاتی که در جمع‌آوری خون وجود داشت و در یک مصاحبه‌ای که خانم دکتر برلیان با روزنامه کیهانم انجام داده بود و در اون زمان چاپ شده، ایشون به آقای نخست وزیر هویدا و همچنین به از طریق آقای نخست وزیر به حضور پادشاه این پیشنهاد رو ارائه میکنند که شاید زمان اون فرا رسیده یک سازمان مرکزی واحدی برای جمع‌آوری و تولید فرآورده‌های خونی برای تمام بیمارستان‌های سراسر کشور ایجاد بکنیم که طرح قانونیش تنظیم میشه و در نهایت مرکز انتقال خون ایران در دانشگاه تهران تبدیل میشه به سازمان انتقال خون ایران. بعد سازمان انتقال خون ایران در سال 1354 عملا شروع به کار میکنه و خانم دکتر فروزنده برلیان جهانشاهی بنیانگذار سازمان انتقال خون ایران بوده. ایشون چون مایل بودن که در محیط دانشگاهی فعالیتشون را ادامه بدن و مایل نبودن که از دانشگاه تهران به سازمان دیگری منتقل بشن، پیشنهاد میکنند یکی از همکارانشون آقای دکتر علا که فرزند آقای حسین علا نخست وزیر
سابق ایران بوده این مسئولیت رو به عهده بگیره و آقای دکتر علا به عنوان رئیس مرکز انتقال خون ایران یا سازمان انتقال خون ایران از سال 1354 به کارشون ادامه میده. خانم دکتر فروزنده برلیان در سال 1351 یک کتاب علمی به نام اساس ایمنشناسی و ایمنشناسی خون از طریق انتشارات دانشگاه تهران به چاپ میرسونند که در اون سال به عنوان کتاب برتر علمی سال شناخته میشه و جایزه سلطنتی کتاب علمی سال به ایشون تعلق میگیره که این جایزه در حضور پادشاه و شهبانو به ایشون ارائه میشه. بعد از وقوع این شورش های 57 ایشون ناگزیر میشن که از ادامه فعالیتشون در دانشگاه تهران به دلیل فشارهای شخص آقای سروش که در اون زمان به اسم دباغ شناخته میشد خاتمه بدن. وضعیت استخدامیشون به صورت معلق در میاد، ولی چون به دلیل عشق زیادی که به تاریخ و فرهنگ ایران داشتن، آغاز به نوشتن کتاب و ترجمه کتاب نویسندگان مشهور جهان میکنن. ایشون دو کتاب به زبان فرانسه در پاریس به چاپ رسوندن، کتاب رستم و شاهنامه و همچنین کتاب ویس و رامی که در نمایشگاه های کتاب فرانسه مورد استقبال قرار گرفت. همچنین کتاب های متعددی که ترجمه کردند و در ایران به چاپ رسوندن، کتاب دو چهرگان هست، کتاب شیر و عقاب روابط ایران و امریکا هست، کتاب مسیحا یا رهایی بخش هست و همچنین کتاب چنگیزخان طوفانی از شرق که این آثاری که از خانم دکتر برلیان باقی مونده در اختیار همه ایرانیان عزیز قرار داره که میتونن این کتاب ها رو از طریق کتاب فروشی ها خریداری بکنه. مسئله دیگری رو که لازم هست امروز با شما دوستان در میون بذارم و با همدیگه به این مشکلات بپردازیم، مسئله بیماری کرونا و وضعیت درگیری شما مردم با کوتاهی های دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی. اما به زودی در 24 اسفند ما با سال روز تولد رضا شاه بزرگ همراه خواهیم بود. میخوام قبل از آغاز صحبت در مورد بیماری کرونا سال روز تولد رضا شاه بزرگ رو به همه شما میهن پرستان تبریک بگم. ماشین عظیم تبلیغاتی جمهوری اسلامی در عرض 41 سال با تمام تلاشی که انجام داد که چهره رضا شاه بزرگ و ولیعهد ایشون محمد رضا شاه پهلوی رو تخریب بکنه، اما شما جوانان ایران زمین همگی به میزان کافی و لازم از خدمات این پدر و پسر و ساختن ایران نوین آگاهی دارید. من شاید فقط به یک یا دو نکته ای که در کتاب‌های تاریخ من کمتر دیدم بهش اشاره بشه میپردازم. یکی از نکاتی که در مورد رضا شاه برای شخص من خیلی مهم بود این بود که ایشون از سن 10 به خدمت قشون قزاق که وارد میشن و بعد به دلیل پشتکار و شهامت‌هایی که در درگیری‌ها و نبردهایی که با اشرار در اون زمان وجود داشت مقامات متعدد نظامی رو طی میکنن، نهایتاً با درجه سرتیپی فرمانده تیپ قزاق در همدان میشه. در اون زمان فرمانده قشون قزاق یه افسر روسی بود. این افسر روس، یک این جنرال روس، یک افسر روس دیگری رو برای بازرسی به همدان میفرسته. زمانی که اون افسر روس در حال بازرسی کردن هست، رفتار بسیار بد و زننده‌ای با سایر افسران ایرانی از خودش نشون میده. این رفتار افسر روس به حدی رضا شاه بزرگ رو که در اون زمان فرمانده تیپ همدان بوده ایجاد میکنه که رضا شاه بزرگ پاگونهای این افسر روس رو از دوشش میکنه. یعنی عملی که سابقه تاریخی در دوران سلطنت قاجار نداشته و همواره این افسران خارجی به عنوان افراد بهتر از ما شناخته می شدن،
رضا شاه بزرگ برای نخستین بار در تاریخ نظامی ایران یک افسر خارجی رو خلع درجه میکنه، به دلیل اینکه به افسران ایرانی بی احترامی کرده بوده. بعد هم دستور میده این افسر بی ادب روس رو با تیپا از پادگان همدان بندازنش بیرون. یک مورد دیگه زمانی هست که روس ها میرن و یک افسر انگلیسی فرماندهی قشون قزاقو به عهده میگیره و این جنرال آیرونساید یک اخطار میفرسته برای فرماندهان تیپ های مختلف قشون قزاق که اگر شما از دستورات من اطاعت کامل نکنید دستور میدم که شما همه خل سلاح بشید. مجدداً رضا شاه بزرگ یک عملی از خودش نشون میده که سابقه ای تاریخی نداشت. ایشون به جنرال آیرونساید پاسخ میفرسته و تشر میزنه که هیچ افسر خارجی اجازه خلع سلاح کردن افسران ایرانی رو نداره و من به تو میگویم که تو حق دستور خلع سلاح کردن ما افسران ایران رو نداری. این دو عمل رضا شاه واقعا مثل یک بمب خبری در بین نه فقط قشون قزاق بلکه تمام گروه های نظامی دیگه مثل ژاندارمری پخش میشه و همه رضا شاه بزرگ رو به عنوان یک افسر شجاع و وطن پرست میشناسنش و بسیار مورد توجه حتی سیاستمداران اون زمان قرار میگیره که این افسر بسیار شجاع و با شهامتی هست. یکی از خدمات مهم رضا شاه دادن این مزیت به فرزندان ایران کرد که همسط فرزندان شاهزاده ها قرار بگیره. در اون زمان فقط فرزندان شاهزاده ها بودند که میتونستن به کشورهای اروپایی برن و در دانشگاه های معتبر اروپا تحصیل بکنن. رضا شاه فرزند ایرانیان طبقه متوسط و فقیر رو همسط با فرزند خانواده شاهزاده ها قرار میده. نه تنها آموزش و پرورش رو برای تمام فرزندان ایران رایگان میکنه بلکه دانش آموزان برتر رو با هزینه دولت به همون دانشگاه های بسیار معتبر اروپا میفرسته که در اونجا تحصیل بکنن و این حس یکسان بودن رو به تمامی شهروندان ایرانی میده که هیچ فرقی بین شما و این خانواده های وابسته به شاهزاده های قاجار نیست، فرزندان ایران همسط با فرزندان شاهزاده های قاجاره. این خیلی به لحاظ اجتماعی تاثیر مهمی در بین مردم میذاره، جدای به هر صورت از اون فعالیت های دیگر رضا شاه که همگی شما ازش آگاه هستید، هویت اجتماعی که به مردم ایران میده، ازشون میخواد که برن در ثبت احوال شناسنامه بگیرن، برای خودشون یک نام خانوادگی انتخاب بکنن. فقط خانواده های وابسته به شاهزاده های قاجار بودن که با اون القاب سلطنتی که داشتن اینها شناخته میشدن و تقریبا میشه گفت اینها شهروند بودن، سایر مردم ایران رعیت بودن. با این عمل رضا شاه ملت ایران از رعیت بودن تبدیل میشن به شهروند بودن. مقبره فردوسی رو میسازه، دستور میده هزاره بزرگداشت فردوسی برگزار بشه. همه اینها اسباب میشه که یک هویت تاریخی ملی هم باز به این مردم میده که این مردم علاوه بر داشتن یک هویت اجتماعی و شهروند بودن یک هویت تاریخی ملی هم پیدا میکنن. این دو عمل رضا شاه بسیار عمل بزرگ و سنت شکنانه ای هست در زمان خودش، یک عمل واقعا بی سابقه است. جدای از اون واقعا معجزه ای که رضا شاه انجام میده و در عرض 16 سال ایران رو که مثل یک کشور وامانده در قرن 16 هم در جا میزد، با یک سرعت عجیبی وارد قرن 20 هم میکنه و یه ایران نوین رو پایه‌گذاری میکنه. خیلی این مهم هست که ما ایرانیانی که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم این رو درک بکنیم که در اون زمان چه شرایطی بوده، چه وضعیتی در داخل ایران بوده، چه وضعیتی در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی بوده تا بفهمیم
این معجزه‌ای که رضا شاه در عرض 16 سال انجام داد چه معجزه بزرگی است. رژیم جمهوری اسلامی برای شما مردم ایران در عرض 41 سال چه کار کرد؟ معجزه جمهوری اسلامی برای شما مردم ایران چه بود؟ فکر میکنم معجزه جمهوری اسلامی همین مشکلات گرفتاری هایی هست که الان شما ملت ایران باهاش رو در رو هستید. دیروز نخست وزیر کشور ایتالیا که یکی از کشورهای مهم اروپاست، یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپاست، میاد در تلویزیون ملی و برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم اعلام میکنه که تردد بین شهرها در ایتالیا در تمام کشور، در سراسر کشور ممنوعه و دستور میده که تمامی ادارات، مدارس و دانشگاه ها نیز باید تعطیل بشن. و دلیل این امر به این خاطر هست که تعدادی از پزشکان و پرستاران سیستم بهداشتی ایتالیا جان خودشون رو به دلیل این بیماری کرونا از دست میدن و همچنین اون منطقه شمالی ایتالیا رو که اینها قرنطینه کرده بودند و به عنوان منطقه قرمز میشناختند، هرچند تمام تلاششون رو کردن که این بیماری رو فقط در اون منطقه نگه دارن، دیدند که چند بیمار مبتلا به این ویروس کرونا در مناطق دیگر ایتالیا هم پیدا شده، به خصوص در اون شهر لونا، و در نتیجه به این تصمیم گیری رسیدن که لازم هست هم برای حفظ ملت ایتالیا و هم برای حفظ ملت‌های همسایه یک وضعیت اضطراری در کشور ایتالیا به وجود بیاره. شهر میلان که یکی از مهمترین شهرهای صنعتی در ایتالیا است، یه شهری است که 16 میلیون نفر جمعیت داره، به قرنطینه کامل درآمد. حکومت جمهوری اسلامی چه عملی برای شما مردم ایران انجام داد که از شیوع بیماری جلوگیری بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی آمد این شهر کوچک قم رو همان گونه که در ایتالیا یک شهر 16 میلیون نفری رو قرنطینه کردن در قرنطینه قرار بده که این بیماری از شهر قم به سایر نقاط ایران انتشار پیدا نکنه؟ آیا جمهوری اسلامی آمد و همان گونه که نخست وزیر ایتالیا با شهامت اعلام کرد که به کمک مردم احتیاج داره، اطلاعات درست و دقیق را در اختیار مردم گذاشت و اعلام کرد که تمام مدارس و دانشگاه ها و ادارات باید تعطیل بشه، بیاد و فقط شهر مشهد و شهر قم رو، تردد بین این شهرها رو ممنوع اعلام بکنه؟ آیا آمد جمهوری اسلامی اطلاعات دقیق و درست رو در اختیار شما مردم بذاره، همان گونه که در کشور ایتالیا نخست وزیر ایتالیا برای مردم ایتالیا انجام داد، که در نتیجه اعتماد مردم ایتالیا رو جلب کرد و مردم ایتالیا خودشون به صورت داوطلبانه دارن با دولت ایتالیا همراهی میکنن؟ جمهوری اسلامی چگونه برخورد کرد؟ فیلمهاش همه موجود هست. در ابتدا انکار و بعد از انفجار این فاجعه در تمامی شهرهای ایران مردم رو مقصر جلوه دادن، فرار رو به جلو. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. این مقصر مردم هستن که رعایت نمی کنن. ولی جمهوری اسلامی که هیچ وقت عمل خلافی انجام نداده، هیچ وقت هم دوچار ضعف مدیریت و از این مسائل نیست. مشکل اساسی در دیدگاه بین رهبران جمهوری اسلامی نسبت به شما مردم هست. رضا شاه بزرگ شما مردم ایران رو به عنوان شهروند داره نگاه میکنه، جمهوری اسلامی شما مردم رو به دید رعیت داره نگاه میکنه. رعیت که از حقوق شهروندی برخوردار نیست، رعیت که حق نداره سوال بکنه، رعیت فقط دستور میبره.
ارباب دستور میده، ولی فقیه دستور میده، رعیت ها هم اجرا میکنه. این شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مردم ایران. این مشکلاتی که در مورد بیماری کرونا وجود داره دو نکته بسیار مهم درش هست. یک مسئله که در بین تمام کشورها اینها با هم مشترک هستن، اونم کمبود ماسکهای پزشکی، دستکش‌های حفاظتی و همچنین مایع ضد عفونی کننده است. در همین کانادا هم کمبودهای در ارتباط با پیدا کردن دستکش و ماسک پزشکی وجود داره. ولی چرا گسترش بیماری در این کشورهای متمدن مثل گسترش بیماری در ایران نیست؟ مقصر مردم هست؟ دلیلش این هست که ماسک و مواد ضد عفونی کننده نیست؟ یا یعنی که مدیریت صحیح و اصولی برای جلوگیری از شیوع این بیماری وجود نداره؟ مطمئناً ضعف جمهوری اسلامی هست، نه کمبود وسایل و لوازم پزشکی که این مشکل عظیم برای مردم ایران به وجود آمده. نکته دیگر مسئله اقتصادی این بیماری هست. امروز تمامی بازارهای استاک مارکت در اروپا و آسیا بیش از 7% کاهش ارزش پیدا کرده. کشور چین در عرض 4 هفته 3,000 میلیارد دلار سرمایه از دست داده. چگونه است که در جمهوری اسلامی هیچ صحبتی از تأثیرات اقتصادی این بیماری بر اقتصاد کلان کشور و همچنین بر اقتصاد خرد، زندگی روزمره مردم صحبتی نمیشه، اشاره‌ای نمیشه، همه چیز امن و امانه؟ جدیدن آمدن و به مردم میگن از خانه هاتون بیرون نیاد. بسیار خوب، مردم از خونهشون بیرون نیاد. اونایی که کارمند دولت هستن حقوق ماهیانشون رو سر ماه دریافت میکنن و هزینه مواد غذایی و کرایه خونه و سایر مایحتاج رو میتونن پرداخت بکنن. اون افرادی که کارمند دولت نیستن اونا باید چه کار بکنن؟ از کجا برن پول در بیارن؟ هزینه زندگیشون رو کی براشون تامین خواهد کرد؟ این آدمی که هیچ پسندازی براش جمهوری اسلامی باقی نذاشته، اصل و فرع سرمایهش رو مجبور شده بخوره، هزینه نگهداری از خانوادهش بکنه، حالا هم که باید در منزل بشینه برای حفظ جان خودش و فرزندانش، نه به خاطر دستور جمهوری اسلامی. وگرنه مردم که نمایش مضحک انتصابات جمهوری اسلامی رو تبدیل به تحریم سراسری جمهوری اسلامی کردند و آبروی جمهوری اسلامی رو در سراسر جهان بردن. در تمام جهان الان همه میدونند که جمهوری اسلامی یک حکومت قانونی و پذیرفته شده برای مردم ایران دیگر نیست. اما این مردم برای حفظ جان خودشون و فرزندانشون و خانواده هاشون ناگزیر از این هستند که در منزل بمونن. خب سر ماه کی باید بیاد کرایه منزل اینها رو پرداخت بکنه؟ از کجا باید پول بیارن مواد غذایی لازم رو برای خانواده خودشون تهیه بکنه؟ با تمام ایران پرستان و میهن پرستان توصیه هاشون به مردم این هست که پول آب، برق، تلفن و گاز رو پرداخت نکنید، چون اگر پولی براتون باقی مونده اون رو لازم هست نگه دارید که بتونید مایحتاج ضروری زندگیتون رو خریداری بکنید. اما یک مسئله جهانی که وجود داره و بر این اقتصاد خرد شما ملت ایران هم تأثیر خواهد گذاشت این هست که وقتی استاک مارکت در جهان کاهش پیدا میکنه، سرمایه از سمت استاک مارکت به سمت خرید طلا و نقره گرایش پیدا میکنه.
ارزش طلا از هر آنس 1340 دلار ده روز گذشته امروز رسیده به 1700 دلار. معنی این چیه برای شما مردم در ایران؟ یعنی اینکه به زودی این اسکناسای پولی که در دست میگیرید ارزش اون کاغذه از اون پولی که روش چاپ شده بیشتر خواهد بود. اون کاغذ ارزشش از اون رقمی که روی این کاغذ چاپ شده بیشتر. با این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده به گفته خودشون اعتراف دارن میکنن تمام صادرات غیر نفتی ایران متوقف شده. از مرز مریوان در اون جاده مرزی به طول 13 کیلومتر تمام این کامیون هایی که مواد رو داشتن از ایران می بردن به کشور عراق اینها متوقف شدن، اجازه ورود نداره. صادرات غیر نفتی ایران کاملا متوقف شده. صادرات نفتیشون هم که اینه که داریم میبینیم. عربستان سعودی هم سر این داستان درگیری ترکیه و روسیه آمده و قیمت نفت پایین آورده. قیمت نفت هفته گذشته از 54 دلار امروز رسیده به زیر 30 دلار. بنابراین اون مقدار ناچیزی نفتم که این جمهوری اسلامی از طریق قاچاق یا هر شیوه دیگری میفروخ و پولی به دست میورد، الان میزان درآمدش از همون چیز اندکی هم که داشت نصف شده در عرض یه هفته. شیپورچی های جمهوری اسلامی تمام تلاششون رو دارن میکنن که مردم رو مقصر نشون بدن و یا اینکه دشمن خارجی رو مقصر نشون بدن. این داستان قدیمی دشمن تراشی برای ملت ایران. یکی از این تبلیغاتی های جمهوری اسلامی رائفی پور برخلاف دستورات دولت خودش، برخلاف دستورات حکومت جمهوری اسلامی که میگه از تجمعات مردمی خودداری بکنی، اومده مردم رو توی مسجد جمع کرده، یه عده آدم رو آورده پای منبر خودش نشونده و بعد در اونجا اعلام میکنه که ما متوجه شدیم این شکل ویروس کرونا در منطقه مازندران با شکل ویروس کرونا در تهران و قم متفاوته. این یعنی این که ما مورد حمله بیولوژیک قرار گرفتیم. اسرائیل و امریکا چون دشمن ملت ایران هستند آمدن و این حمله بیولوژیک رو به ایرانی ها انجام دادن. آقای رائفی پور پس به کشور ایتالیا هم حمله بیولوژیک کردن. شما اینقدر ادعای دانش و آگاهی داری نمیتونستید برید از یک متخصص آسیب شناسی سوال بکنید که ویروس ها از منطقه به منطقه از بدن یه فرد به فرد دیگه که میرن شکلشون تغییر میکنه؟ این یه امر طبیعیه که ویروسی که در منطقه مازندرانه دقیقا هم شکل و کپی ویروسی که در تهران هست نیست؟ یا اینکه شما حاضری برای حفظ جمهوری اسلامی هر دروغی رو به مردم ایران بخورونید؟ البته مردم ایران که شما رو شناختن توجهی به صحبت‌های شما نمی‌کنن، ولی اون عده اندکی رو کم شما همچنان پای منبر خودتون جمع کردی، شما انقدر احساس وظیفه وجدانی و انسانی خودت رو درک نمی‌کنی که حداقل به این آدمایی که اومدن پای منبرت نشستن واقعیت رو بگی؟ اخبار جعلی به اینا تحویل ندی؟ تو ذهن اینها نکنی که همه دنیا دشمن ملت ایرانه؟ تنها دشمن ملت ایران جمهوری اسلامیه. ملت ایران دچار دو تا ویروس هستن. الان با دو تا ویروس ملت ایران دارن مبارزه میکنن. ویروس کووید 19
کرونا و ویروس جمهوری اسلامی. همون گونه که از مواد ضد عفونی دارن استفاده میکنن که این ویروس های کووید 19 در زندگیشون وارد نشه و بیمارشون نکنه، باید ویروس واگیر جمهوری اسلامی رو هم در ذهنشون و زندگیشون ضد عفونی بکنن و پاک بکنن. فقط در یک چنین وضعیتی هست که آینده مردم ایران مجدداً میتونه در دست خود مردم ایران قرار بگیره. در این وضعیتی که این آقای رائفی پور مدعی است که حمله بیولوژیک به ایران انجام شده، آقای رائفی پور، اون مسئولین جمهوری اسلامی که وظیفه‌شون جلوگیری از همین حمله بیولوژیک شدن هست و یا وظیفه‌شون این هست که اگر حمله بیولوژیک انجام شد بیان و کمک بکنن، اینو کوشن، اینو کجان؟ اگه این حمله صورت گرفته چرا اینو نمیان در تلویزیون صحبت بکنن؟ چطور فقط تو یه نفری حمله بیولوژیک صحبت میکنی؟ تو با امثال تو. اون آقای روباه بنفش حسن روحانی کجاست؟ شیپورچی اعظم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظریف کجاست؟ چگونه است که الان در این وضعیت نخست وزیر ایتالیا میاد در تماس مستقیم با مردم در کشور ایران؟ یک نفر از این مسئولین بلند رتبه اصلا معلوم نیست کجا هستن. یک نفر اینا با مردم صحبتی نداره انجام بده. تمام قدرت این آخوندها تبلیغ این معجزه شفا دادن اماما و امامزاده هاست. یعنی از نقطه ضعف های مردم در بدترین شرایطی که ممکنه باش روبرو بشن استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن و مردم رو در زمانی که در یک حالت بسیار نگران کننده ای قرار گرفتن و مغزشون میخوان تزریق بکنن که بیای در این امامزاده ها در اونجا یک قدرت خارق العاده ای وجود داره شماها رو شفا میده. اگر این امامزاده ها شفا میده، چرا شما همتون نمیرید در این امامزاده ها گردنتون رو با یه تناب ببندین به این حرم امامزاده هاتون که دچار بیماری ویروس کرونا نشی؟ همه فراری شدی. اون دلغک هایی که میفرستید در دیوار رو لیس بزنه، چطور یه نفر از اینا رو نمیفرستید بره در بیمارستان ها به صورت داوطلبانه بیماران کرونایی رو کمک بکنه به جای اینکه بشینه دیوار لیس بزنه؟ این سریال های خنددار رقص در بیمارستان ها رو که خودتون تولید کردی، چگونه است که با هر پزشکی، با هر پرستاری تماس میگیریم، صحبت میکنیم، میگن ما انقدر گرفتاریم که وقت استراحت نداریم، چه برسه که بخوایم بریم دیسکو درست بکنیم در بیمارستان؟ مگه بیمارستان جای رقصیدنه؟ مگه اصلا در این محیط امنیتی که اینها در بیمارستان ها درست کردن، مگه ما میتونیم موسیقی بذاریم اینجا برقصیم؟ دیروز یکی از پرستارها در شهر تهران یک ویدیویی رو ضبط میکنه و پخش میکنه و من توصیه میکنم به همه مردم این ویدیو رو نگاه بکنن که چگونه با یک حالت اشک‌آلود این پرستار به همه مردم داره توضیح میده که چه وضعیت واقعا وانفسایی در بیمارستان ها وجود داره. چگونه است این پرستار ایستاده گریه داره میکنه وقت عوامل جمهوری اسلامی فیلم های رقص پرستار پخش میکنن؟ مگه همچی چیزی ممکنه؟ در شرایطی که فعلا شما مردم ایران دچار هستید،
دولت و حکومت که شما رو به حال خودتون رها کرده. بنابراین این وظیفه خودتون هست که خودتون از خودتون حفاظت بکنید. نخستین کاری که باید انجام بدید آینده نگری. یعنی شما لازم هست برید پول هاتون رو از بانک در بیارید که این رو پیش خودتون داشته باشید. نتونن این رو ببندن و شما اجازه نداشته باشید بیشتر از یه مقدار معینی در ماه پول از حساب بانکیتون در بیارید. این اولین مسئله. پولاتون رو باید بیارید خونه پلو خودتون. دومین مسئله این است که این پول رو باید حفظ بکنید برای غذا و دارو، مسائل ضروری زندگیتون. پول آب، برق، تلفن، گاز به هیچ شما لازم نیست پرداخت بکنید. وظیفه حکومت هست که اینها رو خودش انجام بده. و مسئله سوم این هست، وقتی شما میبینید اینها نه تنها توانش رو ندارن بلکه اصلا تمایلش هم ندارن. یه زمانی میخواد یک حکومتی یک کاری رو انجام بده ولی توانش رو نداره. جمهوری اسلامی اصلا تمایل نداره که این کار رو انجام بده، جدا از این که توان داره یا نداره، که نداره. بنابراین خودتون این مسئولیت رو باید به عهده بگیرید. محله های خودتون رو قرنطینه بکنید که دارید میکنید. فیلماش داره در میاد. اهالی روستاها، شهرها جلوی جاده های اصلی ورود به شهرهاشون رو بستن. اجازه نمیدن که افراد غیر محلی وارد بشن. ولی در بین خودتون هم لازم هست یک گروه هایی درست بکنی، این مسئولیت ها رو بین خودتون پخش بکنی. یه عده از شما مسئول این باشه که این بیماران مبتلا به بیماری کرونا رو شناسایی بکنه و به اینها کمک هایی لازم رو انجام بده. این بیمار برسل لازم هست یک غذایی بخوره، یه دارویی بهش برسه. کی باید این انجام بده؟ این کارها رو شما به عهده بگیرید. یه گروه شما مسئول این باشه که به این بیماران مواد غذایی و دارو برسونه و ازشون هم خواهش بکنه اونها نیان منزلشون بیرون. همینطور برای افراد دیگه که سالم هستن این مواد غذایی رو تهیه بکنید. یک گروه دیگر از شما لازم است که این مسئولیت رو به عهده بگیره که از این بچه هایی که در منزل موندن نگهداری بکنه یا اینها رو سرگرم نگه داره. این مسائل اساسی زندگی خودتون رو، چون حکومت جمهوری اسلامی اصلا تمایلی نداره به عهده بگیره و به شما کمک بکنه و شماها رو به حال خودتون رها کرده و تازه مدعی هم هست که اصلا شماها مقصر پخش شدن، شایع شدن بیماری کرونا هستی، بنابراین شما تنها کسی رو که میتونید بهش تکیه بکنید خودتون و خانوادتون هست، اقوام و فامیلتون هست، همسایه‌ها و هم محلی‌هاتون هست. یک نکته‌ای که امیدوارم واقعیت داشته باشه و واقعا یک طرح و برنامه نمایشی نباشه این است که این مسئله هم تحریم عملی جمهوری اسلامی توسط مردم ایران و شرکت نکردن در این نمایش انتصاباتشون و همین بروز بیماری کرونا یک درگیری بسیار شدیدی در بین خود افراد داخل جمهوری اسلامی به وجود آورده و بسیار با هم درگیره. درگیری هم بین آخونداست و آخوندهای غیر کتشلوری. این افرادی که آخوندن و ابا عمامه دارن یک سازی رو دارن میزنن، اون آخوندهایی که کتشلورن یه ساز دیگه ای دارن میزنن. هر کدوم هم اوهکی رو داره مقصر، در جلسات خصوصی خودشون اوهکی رو داره مقصر معرفی میکنه. فیلم ها هم داره در میاد. آخونده نشسته میگه نخه هیچ مشکلی نیست. اون مسئول جمهوری اسلامی هم اون برای میز نشسته میگه من قبول ندارم، این گونه است. آخونده هم بهش میگه که مگه مرجع تشخیص تویی؟ تو که مرجع تشخیص نیستی، یعنی فضولی نکن، حتی خودتو بدون، بشین سر جا. یکی از تبلیغاتی های جمهوری اسلامی آقای دهباشی
که حتی فیلم های تبلیغاتی حسن روحانی رو براش درست کرده بود، و یا این فیلم های تبلیغاتی تاریخ جعلی برای جمهوری اسلامی می ساخت، آمده و روز گذشته در توییترش علنا به آخوندها فحاشی میکنه. آخوندها رو مقصر این میدونه که این بیماری کرونا در بین مردم شایع شده. و من واقعا امیدوارم که این نتیجه گیری درست رو اینها بهش رسیده باشن و این یه طرح و نقشه جدید و تازه برای سر کار گذاشتن مردم نباشه. ولی اگر چنین باشه، من فکر میکنم این آقای رائفی پور دیگه نباید اینقدر نگران براندازان خارج از کشور و دشمنان نامرئی که ایشون برای افرادی که پای منبرش میشینن و میخواد بسازه باشه. ایشون باید نگران متلاشی شدن جمهوری اسلامی از درون باشه. اصلا جمهوری اسلامی نیازی به دشمن دیگه نداره، خودش از درون داره میپاشه. چنان شکافی در بین خودشون ایجاد شده که بسیار وضعیت خطرناکی برای مردم داره به وجود میاره. در کشور ایتالیا اعلام شده که از یک ساعتی در شب دیگه مردم حق ندارن که بیان در خیابون‌ها. برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت کسبه و مغازه ها و به هر صورت بیمارستان ها. اگر جمهوری اسلامی با این شیوهی که داره پیش میره، با این وضعیت اقتصادی که برای مردم درست کرده، با این عدم تمایلش به کمک به مردم داره از خودش نشون میده، امنیت مردم رو وقت کی میخواد حفظ بکنه؟ اراذل اوباش جمهوری اسلامی که کارشون زدن بچه های مردم با تبر و دشنه و خنجره، اینا که همه رفتن پنهان شده. کدوم یکی از این اراذل اوباش جمهوری اسلامی اومده اینجا داوطلبانه داره به مردمی که گرفتار این بیماری کرونا هستن کمک بکنه؟ شرایطی که الان در داخل کشور ایران وجود داره یک شرایط هم به لحاظ اجتماعی بسیار خطرناک و هم به لحاظ اقتصادی بسیار خطرناکه. از نقطه نظر اجتماعی به دلیل مسائل بهداشتی و همچنین به دلیل مسائل امنیتی که ممکنه به وجود بیاره، و از نقطه نظر اقتصادی به دلیل ضربه شدیدی که هم به اقتصاد کلان کشور داره وارد میشه، هم به اقتصاد خرد که زندگی روزمره خود مردم ایران. این مشکل رو هم هیچ مسئولی در داخل جمهوری اسلامی در عرض 41 سال گذشته از خودش چیزی نشون نداده که کسی فکر بکنه اون طرف میتونه بیاد و این مشکلات رو حل بکنه. شاید این آقایون آخوندها و آخوندهای کت و شلواری باید به این نتیجه گیری برسن که زمانش رسیده خودشون با صلح و آرامش کنار برن، نذارن که اون فروپاشی رخ بده، اجازه بدن که این مردم برای حفظ وضعیت خودشون و آینده فرزندانشون بتونن کنترل مملکت رو در اختیار بگیرن. در وضعیتی که کشور ایران توسط همسایه‌هاش قرنطینه شده نه توسط دولت، در حالتی که مردم در داخل ایران به حال خودشون رها شده، کمک‌هایی که توسط سازمان‌های بین‌المللی فرستاده میشه سر از بازار سیاه پیدا میکنه، مواد ضد عفونی کننده‌ای که از آلمان فرستادن در اختیار بیمارستان‌ها قرار بگیره، در اختیار کلینیک ها قرار بگیره، اومده در بازار سیاه داره به 75,000 تومان فروش میره.
بنابراین حتی اگر سازمان های بین المللی یا کشورهای دیگه بخوان به شما مردم ایران کمک بکنن، این ویروس جمهوری اسلامی به گونه ایست که نمیتونه اجازه بده شما این کمک ها رو دریافت بکنید، نمیذاره شما این کمک ها رو دریافت بکنید. در همین چند روز گذشته یه مسئله مهم دیگری هم که رخ داده، این سوء استفاده بسیار غیر انسانیه نخست وزیر یا آقای رئیس جمهور ترکیه است که 15,000 نفر پناهجو رو آورده در مرزهای ترکیه و اونجا اینها رو در یک وضعیت بسیار بدی قرار داده. امیدوارم که این پناهجویان هر چه زودتر مسائل و مشکلات انسانیشون برطرف بشه. از تمام شما بینندگان عزیز که برنامه رو توجه کردید سپاسگزارم و جوانان عزیز ایران، قدرت ایران ناشی از قدرت شما مردم ایران است و قدرت شما مردم ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران. تا برنامه هفته آینده همه شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران می سپارم. بدرود. We'll be right back.